فرقه که مهمترین تصمیم های دنیا رو میگیره و اگه عضوش بشی راه خروجی نداری. گلاسی از سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام بریم به سال 2000 و فیلم اسکالز یا جمجمه ها رو ببینیم که یکی از فیلم های خیلی قوی تو زمینه فرقه های کنترل جهانیه. تو این فیلم با فرقه اسکالز آشنا میشیم که توی واقعیت به اسم اسکالز اند بونز یا استخوان و جمجمه ها شناخته میشه. آخر فیلم بیشتر در موردش حرف میزنیم. اینم بگم که موسیقی کانال رو بالاخره عوض کردم، انقدر گفتید و امیدوارم خوشتون بیاد. بریم با هم فیلم ببینیم. حواستون به اسپلو کامرا صحنه های خشنش هم باشه. با شروع فیلم رو صفحه نوشته میشه که هر سال از بزرگترین دانشگاه های آمریکا چند تا از بهترین دانشجوها به عنوان عضویت توی بزرگترین فرقه این کشور انتخاب میشن. فرقه به اسم اسکالز یا جمجمه ها که خیلی از رئیس جمهورها یا بزرگترین سیاستمدارهای آمریکا هم عضوش بودن. حالا با شخصیت اصلیمون یعنی لوک آشنا میشیم. دانشجو نمونه‌ای که توی دانشگاهشون جزو بهترین ها حساب میشه و کلی رتبه و مقام توی مسابقات مختلف آورده. توی مسابقه قایقرانی هم داره شرکت میکنه که میبینید دو نفر از دور زیر نظر گرفتنش و دارن با هم دیگه صحبت میکنن. وسط مسابقه هم پارو یکی از همتیمی های لوک میشکنه، اما لوک همه چی رو به عهده میگیره و موفق میشه که با این وضعیت هم اونا رو پیروزشون بکنه. اون دو نفری هم که لوک رو زیر نظر گرفته بودن خیلی تعجب میکنن و به هم دیگه میگن یه دانشجویی که انقدر خفنه چرا تا الان عضو هیچ فرقه ای نشده، چون شنیدیم که خیلی فرقه ها رفتن دنبالش. نفر دوم میگه که شاید تا الان منتظر ما بوده و فقط میخواسته عضو بهترین گروه بشه. اصل امروز هم یه دوره همه بین دانشجوهاست که لوک به خاطر بردن تیمش بین همه خیلی محبوب شده. با دوست دخترش یعنی کلوی و رفیق صمیمیش ویلم آشنا میشیم. وسط صحبت‌های لوک و ویل متوجه میشیم که هر دوشون از این فرقه‌های مختلف متنفرن. مخصوصا ویل که میگه بزرگترین جنایت‌های دنیا بر عهده فرقه اسکالزه. اما لوک میگه چند وقت پیش یه نفر از اسکالز بهم زنگ زد و گفت حاضر تمام هزینه‌های تحصیلم تو دانشگاه هاروارد به عهده بگیره. من فکر می‌کنم که باید همین کارو انجام بدم تا بتونم موفق شم. وقتی هم سمت خوابگاهشون میرن ویل میگه که اصلاً نباید پیشنهاد اونا رو قبول بکنی. وقتی که یه فرقه به این بزرگی خودشو مخفی نگه داشته قطعاً کارهای خیلی وحشتناکی انجام میده و تو دوست نداری که عضو همچین چیزی باشی. ستای میرن به خوابگاه و میخوان شام بخورن که تلفن زنگ میخوره. کلوی جواب میده و کسی که اون طرف خطه میگه گوشیو بده به لوک. لوک تلفن رو میگیره و طرف میگه که حاضری که دوباره متولد بشی؟ لوک همچنان ساکته و طرف میگه اگه حاضری 40 ثانیه وقت داری که بری به کنار اتاق مدیریت دانشگاه و تلفنی که اونجاست رو جواب بدی. خب حرفای ویلیچ تأثیری نداشته و لوک با سرعت تلفن رو قطع میکنه و میدوه به جایی که بهش گفتن. تلفن اونجا رو جواب میده و دوباره همون صدا بهش میگه 20 ثانیه وقت داری تا به کلاس نجوم برسی. لوک دوباره با سرعت به اونجا میره و همین که میرسه یه لیوان آب اونجا میبینه. یه کنارش هم نوشته اینو بنوش. همین کارو انجام میده و یه رفعه بیهوش میشه. وقتی چشماشو باز میکنه توی زیرزمین خیلی عجیب و مخفیه. توی تابوت دراز کشیده و وقتی میاد بیرون میفهمه که 30-40 دانشجو دیگه هم همینجان و همشون برای عضویت تو همین فرقه اومدن. مردی با شنل قرمز هم سر میرسه و به همشون میگه باید سوگندی که بهتون میگم رو بخونید. یه سری جمله میگه و اونا هم تکرار میکنن که شامل اینه که من قول میدم هر اتفاقی افتاد یا فرقه ما هر تصمیمی که گرفت بدون چور و چرا اجرا بکنمش. مرد شنل پوش میگه نزدیک به 200 ساله که فرقه های مختلف از جمله همین جمجمه ها دارن تصمیم های مهمی رو توی تمام دنیا میگیرن. برای همین خیلی وجودیت ما مهمه. الان هم اگر میخوای عضو بشید باید توی مسابقه برنده شید. وظیفتون هم اینه که قبل از طلوع آفتاب یه اثر باستانی که مربوط به فرقه مخالف ما هست رو پیدا بکنید و بیاریدش اینجا. سری همه دانشجو اونجا خارج میشن و شروع به گشتن میکنن. لوک هم داره همین کارو انجام میده که با یکی دیگه از دانشجوها یعنی کیلب آشنا میشه. کیلب 100% قرار عضو این فرقه شه به خاطر اینکه پدرش یکی از مهمترین افراد اینجاست و خب به صورت ارثی اصلا قرار بیاد اینجا. ولی تصمیم میگیره کمک لوک بکنه. با هم دیگه میگردن و این مار سنگی که علامت فرقه مخالف هست و بالاخره رو سقف یه خونه پیدا میکنن. میخوان برن به دست بیارنش و پله ها بالا میرن. وقتی که بهش میرسن یه رفعه زیر پاشون خالی میشه و کیلب میفته پایین. اما لوک موفق میشه که با همون مار اونو نگهش داره. ولی خب زیاد نه و در نهایت هر جفتشون میافتن پایین توی یه دونه دریاچه. هوا روشن شده و لوک به خوابگاه برمیگرده، جایی که دوست دخترش کلوی و دوستش ویل منتظرن. ازش میپرسن چی شد و لوک حوصله نداره که جواب بده. اما ویل مشکوکه و بهش میگه که من مطمئنم همون فرقه بود که دیشب بهت زنگ زد. لوک همچنان جوابی نمیده و ویل دیگه خیلی عصبانی میشه. میگه توی تمام دوستیمو تو همه فرقه ها رو مسخره میکردی و الان عضو یکیشون شدی. رفتی یه جایی که کلی رفیق میخوای مثل خودت پیدا کنی و من دوباره تنها میمونم و
رفاقتمون به فنا میره. یه دفعه یه اشاره‌ای هم میکنه و بهش میگه حالا با رفیق جدیدت کیلب میخوای کل زندگیتو بگذرونی مگه نه؟ این برای لوک خیلی عجیبه، چون اصلا ویل تا حالا کیلبو ندیده و نمیفهمه که از کجا میشناستش. آخر بحثشون هم ویل میگه تو از این به بعد میخوای خیلی چیزا رو ازم پنهون کنی و من نمیتونم اینو تحمل کنم. دوباره تلفن زنگ میخوره چون نزدیک ویل اون جواب میده. اون طرف خط کیلبو میگه که گوشیو بده به لوک. این دیگه خیلی ویلو به هم میریزه و بعد پرت کردن تلفن از خونه خارج میشه. لوک تلفن رو برمی‌داره و کیلب میگه زیر بالشتتو نگاه کن. لوک هم همین کارو انجام میده و یه جعبه اونجاست که وقتی بازش میکنه مدالی به عنوان عضویت تو گروه جمجمه ها رو میبینه. بالاش هم نوشته امشب ساعت 8 به همون جای همیشگی بیا. ساعت 8 شب لوک به همون جای میره که شب قبلی به هوش اومده بود. اینجا یکی از رهبرای اصلی گروه جمجمه ها یعنی آقای لیتون میادش. لیتون پدر دوست لوک یا همون کیلبه. یکی از بزرگترین قاضی های آمریکا که خب نقش مهمی هم توی سیاست داره. با تمام شدن حرفاش هم یکی دیگه از اعضا میاد، یعنی یکی از بزرگترین سناتورهای آمریکا. سناتور هم دوباره خوش آمد میگه و در آخر تاکید میکنه که از این به بعد شما یه نیمه گمشده دارید که تو همین فرق است. باید با نیمه گمشدهتون همه کارها رو بکنید و خیلی حواستون بهش باشه. دو نفر با هم دیگه جفت میشن و لوک و کیلب هم با هم دیگه توی گروه قرار میگیرن. پدر کیلب هم به همه اعضای تازه وارد ساعتی هدیه میده که علامت فرق روش تک شده. آخرین چیزی هم که بهشون میدن یه دفترچه راهنما برای تمام قوانین این فرقه همراه کلیدی برای ورود به همین زیرزمین مخفیه. با تمام شدن جلسه هم لوک میخواد بره به خوابگاهش، منتها یه دسته گل برای دوست دخترش میخره و به خاطر شب قبلی ازش معذرت میخواد. بعد هم ازش دعوت میکنه که شام برن بیرون و همین کارو انجام میدن. منتها قبل اینکه به رستوران برسن لوک جا وای میسته تا حساب بانکیشو چک کنه و خیلی متعجب میشه. 20000 دلار به حساب لوک واریز شده که از طرف همین فرقه است به عنوان جایزه عضویت. خب خیلی خوشحال میشه و روز بعدی با یه کت شلوار و تیپ خیلی شیک همراه کیلب به جلسه جدیدشون میره. یه مراسم ناهاری که پدر کیلب هم هستش و میاد از لوک تشکر میکنه که حواسش به پسرش هست. از اون طرف سناتور هم میاد و دوباره بهشون خوش آمد میگه. به لوک میگه شنیدم که خیلی علاقه به حقوق داری و خیلی هم تو کارت خفنی. برای همینم هم هر وقت دلت خواست توی دانشگاه هاروارد برای دانشکده حقوق درخواست بده، من عضو همونجا و خیلی سریع قبولت میکنم که بیای درس بخونی. شمارش هم به لوک میده که اگه کاری داشت باهاش تماس بگیر. با رفتنش کلب میاد سمت لوک و بهش میگه که زیاد پدر من از سناتور خوشش نمیاد و خیلی با هم دیگه بحث دارن. لوک این پرسه چرا و کلب میگه سر رهبری این فرقه یه بحثی بود که بین پدر من و سناتور دعوا شکل گرفت. در آخر هم پدر من موفق شد سناتور رو کنار بزنه و خودش رهبر اصلیمون بشه. لحظه بعد یه سری دختر خیلی خوشگل و خوشتیپ میان داخل و به اعضای جدید خوش آمد میگن. یکیشون میره سمت لوک و بغلش میکنه تا با هم برقصن. بعد تموم شدن مراسم من وقتی میرم بیرون میبینن همه اعضای گروه یه ماشین فوق العاده گرون و خفن هدیه گرفتن. از امروز عشق و حالای لوک برا شده و خیلی با کیلب وقت میگذرونه. از اون طرف زیاد به دوست دخترش کلوی اهمیت نمیده و خب ویلم که کلا ازش فاصله گرفته. مدتی گذشته و یه سر میریم پیش کیلب. یه بار که میخواد سوار ماشینش شه متوجه میشه که شیشه کاملا شکسته. سری ماشین رو میگرده و میبینه که کتاب قوانین فرقه همراه کلید ورود به همون زیرزمین از اینجا دزدیده شده. همین لحظه میریم به زیرزمین مخفی و میبینیم که ویل اینجاست و داره توی ضبط صوتش حرفهایی میزنه. ویل بوده که اون کتاب و کلید رو دزدیده. الانم در حال تهیه یک گزارش از همین فرقه یه جمجمه هست. تو گزارش میگه که من میخوام ثابت بکنم این فرقه واقعا وجود داره و الانم توی مرکز اصلشونم. یه دفعه کیلب سر میرسه و با عصبانیت میاد سمت ویل که چرا از من دزدی کردی. دعوای بینشون شکل میگیره. نصف شب شده و میریم پیش لوک. پیامی از دوستش ویلی گرفته که تازه گوش میده و بهش گفته که بیا خوابگاه کارت دارم. اونم با اینکه سه نصف شب قبول میکنه و سری میره به خوابگاه. ولی وقتی که درو باز میکنه از وحشت خشکش میزنه. ویل از سقف آویزون شده و جون خودشو گرفته. ساعتی بعد مامورای پلیس اومدن اینجا و تو کامپیوتر ویل متوجه نامه‌ای میشن که قبل گرفتن جونش نوشته. کارآگاه اصلی هم میاد سمت لوک و میپرسه تو اصلا چرا ساعت 3 شب اومدی اینجا؟ پس قطعاً یه رفتی به قضیه داشتی. لوک توضیح میده اما مشخص کارآگاه باورش نمیکنه. بعدم شروع به گشتن اتاق دوستش ویل میکنه که متوجه کتاب قوانین فرقه همراه کلید ورود به زیرزمین میشه که همشون برای کیلب بوده. روز بعد تو کلیسا مراسم سوگواری برای ویلب و لوک و دوست دخترش کلوی کنار هم نشستن. کلوی میگه ویل این اواخر داشت در مورد وجودیت فرقه جمجمه ها تحقیق میکرد. کلی از سازمان‌های خبری مختلفم بهش پیشنهاد داده بودن که اگه سند محکمی بیاره بدون شک کلی بهش پول میدن و استخدامش میکنن. بعدم با عصبانیت به لوک میگه که همش تقصیر توه. اگه بیشتر حواست به ویل بود، اگه حرفاشو باور میکردی شاید الان زنده میموندش. یه روز گذشته و کارآگاه مسئول پرونده ویل دوباره به دانشگاه میاد. میره سراغ لوک و بهش میگه پشت
پشت گردن ویل یه جای کبودیه که یعنی قبل از اینکه به دار آویخته بشه جونشو گرفتن و به خاطر ضربه مرده. اونجایی هم که همچنان به لوک شک داره میگه من آخر دستت رو رو میکنم. میریم به یکی دیگه از دور همیای همین فرقه یه جمجمه ها. همراه کسی که مسئول این دور همیه به یه اتاق دیگه میرن که یه قفس وسطشه. بهشون میگه که اینجا جهنم دروغگواست. هر دو نفری که با هم دیگه تیم شدن وظیفه دارن برن داخل این قفس و به هم دیگه حرف بزنن. هر کسی دروغ بگه از فرقه خارج میشه. اول از همه لوک و کیلب میرن داخلش. لوک بدون تلف کردن وقتی میپرسه تو جون دوست من ویلو گرفتی؟ ولی کیلب حرفی نمیزنه. یه دفعه پدر کیلب سر میرسه و لوکو با خودش به اتاق میبره. بهش میگه که شب قبلی یه دعوایی بین کیلب و دوستت ویل شکل گرفت به خاطر اینکه ویل ازش دزدی کرده بود. دعوای خیلی وحشتناکی بود و به خاطر همینم ویل افتاد و جونش رو از دست داد. ما هم برای اینکه از اعضای خودمون باید محافظت بکنیم سعی کردیم صحنه سازی کنیم تا این موقع نگاهی سمت کیلب نیاد. بعدم به لوک کاغذ رو میده و بهش میگه که این تاییدیه درس خوندن توی دانشکده حقوق هاروارد. پس اینو بگیر و بیخیال همه چیز شو و بذار بقیه چیزا رو همینطوری قانونی طی بکنه. لوک هم کاغذ رو میگیره و تصمیم میگیره به این قضیه فکر کنه. اما طولی نمیکشه که یه تماسی باهاش گرفته میشه از طرف سناتور، یکی از اعضای مهم همین فرقه. برای همینم هم به دیدنش میره و سناتور بهش میگه زیر زمین فرقه ما دوربین‌های مخفی زیادی داره. اگر که میخوای واقعا همه چی رو ثابت کنی باید بری فیلم های دوربین مخفی رو به دست بیاری و کارو قانونی طی کنی. اما پیشنهاد من اینه که بیخیال همه چیز بشی و با فراموش کردن قضیه به زندگی عادیت برسی. لوک هم که میدونیم کله خره اینو قبول نمیکنه و میره سراغ چند تا رفیقای قدیمیش. بهشون پیشنهاد میده که اگه کمکش بکنن ماشینشو بهشون هدیه میده، به شرطی که بیان تا با هم دیگه دوربین های مخفی اونجا رو هک کنن یا فیلم های اون زیرزمین رو بدزدن. با یه تحقیق خیلی ساده هم میفهمن که سرور های اصلی فیلم ها کجاست، ولی وقتی که میخوان ویدیوشو بردارن یکی از اعضای فرقه میاد و جلوشون رو میگیره و خب نقششون خراب میشه. این دفعه که لوک به اتاقش برمیگرده کیلب از قبل منتظرش و شروع به کتک زدنش میکنه. بهش میگه که انقدر توی کارهای فرقه دخالت نکن. چند تا دستگاه شوند و دوربینم نشون میده و میگه فرقه همه ما رو کاملا زیر نظر داره. پس لطفا این قضیه بکش بیرون چون برای جفتمون بد میشه و ممکنه منم کلی تقاص پس بدم. همین لحظه میریم به یه جلسه مخفی از اعضای بالا رتبه همین فرقه. خب پدر کیلب هم میدونیم همینجاست و بقیه میگه که باید یه کاری کنیم لوک به تیمارستان بیفته و الان ممکنه که این پیگیری‌های زیادش آخر کار دست هممون بده. رأی گیری هم انجام میدن و نظر همه غیر از سناتور مثبته. قانون فرقه هم اینه که فقط در صورتی میتونن یه نقشه رو انجام بدن که نظر همه مثبت باشه. پدر کیلب هم که عصبانی میشه سناتور رو با خودش به اتاق میبره و میگه اگه نظرتو تغییر ندی همه چی در موردت فاش میکنم. اینکه الان با یه دختر 19 ساله در ارتباطی و چه کارهایی داره باش انجام میدی، که خب سناتور هم شوکه میشه. روز بعدی رسیده و لوک و دوست دخترش کلوی برای ناهار پیش بقیه‌ان. یه دفعه دعوای بینشون شکل میگیره که میفهمیم همش صحنه سازی بوده. بقیه فکر میکنن اینا با هم مشکل دارن و به اتاق میان و دوش حموم هم باز میکنن. خیلی آروم حرف میزنن و نقششون اینه که یه موقع دستگاهی شنود فرقه صداشون رو نشنوه. از حرفاشون هم میفهمیم که برنامه دیگه ای ریختن تا یه جوری دست این فرقه رو رو کنن یا فیلم ها رو به دست بیارن. همیشه هم نقششون رو انجام میدن. لوک فهمیده که فیلم های فرقه توی قسمتی از کتابخونه دانشگاه به صورت مخفی نگهداری میشه. برای همین هم میره اونجا و موفق میشه فیلم اون شب رو به دست بیاره. اما موقع خروج چند تا از اعضای فرقه با ماشین میان و بهش حمله میکنن. ولی قبل از اینکه بخوان فیلم ها رو ازش بگیرن یه رفعه یه ماشین میاد و با سوار کردن لوک اونجا دور میشه. راننده ماشین کلویه و چند تا دوستای مشترکشون که برای نجات لوک اومدن. وقتی که میرسن سری فیلمو پخش میکنن و هر لحظه بیشتر عصبانی میشن. توی فیلم نشون میده که همون شب ویل رفته اونجا و کیلب میرسه و با هم دیگه دعوا میکنن. دعوای خیلی بدی که یه رفعه ویل میفته زمین و گردنش آسیب میبینه. کیلب سری به پدرش زنگ میزنه و جریانو میگه و با وحشت فرار میکنه. لحظه بعد چند تا دیگه از اعضای فرقه از جمله پدر کیلب سر میرسن و میبینن که ویل هنوز زنده است و اگه برنش بیمارستان حالش خوب میشه. اما پدر کیلب تصمیم دیگه ای میگیره. یه دفعه میبینیم که مدیر این دانشگاه هم اصلا عضو همین فرقه است. میاد اینجا و به دستور پدر کیلب گردن ویلو میشکنه و جونش رو میگیره. با روشن شدن هوا لوک ویدیو رو برمی‌داره و سری به ایستگاه پلیس میره تا با کارآگاه صحبت کنه. ولی وقتی میرسه میبینه کیلب از قبل اونجا منتظرشه. کیلب به کارآگاه میگه من فهمیدم که لوک بوده که جون ویلو گرفته. با هم دعواشون شده و می‌خواسته همه چی رو صحنه‌سازی کنه. لوک هم فیلم ویدیویی رو نشون میده و میگه این همه چی رو ثابت می‌کنه. کارآگاه میره پای دستگاه
و ویدیو رو پخش میکنه، اما هرچی میگذره هیچ تصویری نمیبینه و همه چیز برفکیه. لوک خیلی عصبانی شده و شروع به دعوا با کارگاه میکنه. میگه تو بودی که ویدیو رو عوض کردی و تو هم عضو همون فرقه عوضی، میخوای همه زندگیمو نابود بکنی. یه دفعه دست به یقه با کارگاه میشه و مامورای دیگه هم میان جداش میکنن و حالا نقشه فرقه به ثمر میرسه. اونا به بهونه حرفایی که میزنه و فکر میکنن دروغه و حمله به کارگاه پلیس، میرادنش به تیمارستان. همین شب دوست دختر لوکا کلوی به دیدن کیلب میاد. بهش میگه که اون شب منم فیلمو دیدم و نمیدونم چی کار کردی که عوضش کردی، ولی بهتره که بری به پلیس حقیقتو بگی و الا لوکو تا ابد تو تیمارستان نگه میدارن و از بین میره. کیلب میگه من این کارو نمیکنم به خاطر اینکه اگه همچین حرفی بزنم اون موقع میفهمم من جون ویلو گرفتم و همه چیز برام تموم میشه. کلوی میگه نه، تو جونشو نگرفتی، من اون فیلمو دیدم. وقتی که تو رفتی ویل هنوز زنده بود، این پدرت بود که دستور داد جونشو بگیرن. کیلب انگاری اولین بار این حرفو میشنوه و خیلی شوکه میشه. یه رفعه چند تا از اعضای فرقه سر میرسن و میخوان کلوی رو با خودشون ببرن، اما موفق میشه فرار کنه و بیاد بیرون. وقتی به خیابون میرسه میبینه که سناتور جلوش وای میسته و میگه سری سوار شو، میخوام نجاتت بدم. دو تایی به تیمارستان میرن که لوک نگهداری میشه و با حرفایی که سناتور میزنه و به خاطر قدرتی که داره موفق میشن اونو مرخصش کنن. با همراهیش میان سوار ماشین میشن و سناتور میگه که هر چقدر میتونید اینجا فقط دور شید. آخرم میگه هر وقت لوک هوشیار شد بهش این جمله رو بگو: ما با قوانین زندگی میکنیم و با قوانین میمیریم. سری فرار میکنن و وسط راه ماشین همون مدیر دانشگاه رو میبینن که دنبالشونه. کلوی میخواد فرار کنه اما موفق نمیشه و در آخر یه تصادف میکنه. وقتی پیاده میشن مدیر اومده و اسلحه گرفته روشون، اما یه دفعه کارگاه پلیس سر میرسه و با شلیک جون اونو میگیره. بعد میاد جلو کتاب فرقه رو سمت کلوی میندازه. میفهمیم که این کارگاه هم با سناتور همکاری میکنه، حتی ماشینش هم بهشون میده و اونجا دور میشه. کلوی و لوک به یه مکان امنی میرسن و بعد مدتی لوک هوشیار میشه. کلوی جمله‌ای که سناتور گفته براش تکرار میکنه و لوک سری میره سراغ راهنمای فرقه. با خوندن متنی به کلوی میگه که اگه دو نفر از اعضای فرقه با هم به مشکلی بخورن میتونن به هم پیشنهاد دوئل بدن، اینطوری میتونن مشکلشون رو حل کننش. بعدم میگه فردا یکی دیگه از دور همیای فرقه است و باید برم اونجا. روز بعدی لوک خودش رو به جلسه بعدی فرقه میرسونه. سعی میکنن جلوشو بگیرن اما موفق نمیشن و همین که میاد تو به کیلب میگه من میخوام باهات دوئل کنم. پدر کیلب خیلی ترسیده و میگه به پلیس زنگ بزنید، اما لوک میگه که قانون اصلی خودتونه، ما باید مشکلاتمون رو قبل اینکه به پلیس بگیم حلشون بکنیم. پدر کیلب میگه باشه مشکل نداره، من به جای پسرم باهات دوئل میکنم. لوک یکی دیگه قوانین رو میخونه. اعضای هیئت مدیره فرقه یا رئیس اصلیش نمیتونن تو کارهایی که مربوط به فامیلاشونه دخالتی نشون بدن. کیلب هم با اعتماد به نفس میگه اب نره، خودم همین کارو انجام میدم. و پدر میاد سمتش و میگه تو هیچ شانسی مقابل لوک نداری، لوک خیلی از تو قوی تر و حرفه ای تره. کیلب و پدرش میپرسه واقعا ویل وقتی که اونجا رفتم زنده مونده بود و تو جونشو گرفتی؟ اما پدر انکار میکنه و میگه نه، به خاطر همون دعوا جونشو از دست داد. وقت دوئل میرسه. قبل اینکه همدیگه فاصله بگیرن لوک به کیلب میگه آخری مهلت دیگه حقیقتو بگی، فقط تو میتونی کاری کنی که عدالت اجرا بشه. همدیگه فاصله میگیرن و زمان دوئل میرسه، ولی یه دفعه لوک اسلحه‌شو میندازه و بهش میگه شلیک کن، هر کاری دوست داری انجام بده، وقتی عدالتی نیست جون منم برام دیگه اهمیتی نداره. پدر کیلب فریاد میزنه شلیک کن، کارشو تموم کن، اما کیلب شک به دلش راه داده و نمیتونه این کارو انجام بده. یه دفعه صدای شلیک میاد و میبینیم که گلوله‌ای به پدر کیلب بخوره. اون تصمیم گرفته که جون پدر خودشو بگیره. بعدم اسلحه رو سمت کله خودش میگیره و میخواد همه چی رو تموم کنه، اما لوک میدو و موفق میشه نجاتش بده. بعدم میگه همه چیز تمومه دیگه، نگران نباش. سکانس آخر میبینیم که سناتور به دیدن لوک میاد، ازش تشکر میکنه که باعث شده عدالت اجرا بشه. لوک میگه دیگه نمیخوام دخلی به این فرقه داشته باشم، اما سناتور میگه تو نمیتونی از ما فاصله بگیری، ما هنوز بهت نیاز داریم و تو باید بهمون کمک بکنی. الانم من به عنوان رئیس جدید فرقه این اجازه رو بهت نمیدم. لوک تازه میفهمه که سناتور ازش سوء استفاده کرده تا بتونه رقیب خودش یا پدر کیلب رو کنار بزنه. با عصبانیت اونجا خارج میشه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. وقتی صحبت از فرقه های جهانی میشه، اول از همه با آدام ویشاپ آشنا میشیم، کسی که بنیانگذار فرقه فریمیسنز یا ماسون های آزاد بود که ما به اسم فراماسونری میشناسیمشون. فرقه ای که از همه قدمتش بیشتره و خب خیلی هم کارهای مهم و خفنی انجام داده. آدام ویشاپ هم تصمیم میگیره با کمک یه سری از اعضای دیگه بیاد فرقه فریمیسنز یا ماسون های آزاد شکل بده، که خب کم کم میان اعضای مختلفی رو میگیرن، خیلی از حتی کلیسا میان عضوش میشن، کارهای مهمی هم انجام میدن، از جمله انقلاب فرانسه که میگم مهمترین دستاورد این فرقه بوده. در آخر هم خب کلیسا حس میکنه که فریمیسنز یه تهدید برای خودشون، برای همین میاد تمام اعضاشو مرتد اعلام میکنه و کلا خیلی داستان داره. خلاصه گفتم آدام ویشاپ به خاطر اینکه وسطای کارشون آدام تصمیم میگیره که فریمیسن جای موندن نیست. این حرفو زدم به خاطر اینکه باید آدام ویشاپو درست بشناسیم.
آدم وقتی که فریمیسنز اینطوری خیلی معروف میشه، کارهای مهم انجام میده، میگه که مهمترین اصل ما پنهان موندن بود. به خاطر اینکه اگر رو باشیم دستمون بسته است، همه علیهمون میشن و نمیتونیم به موفقیتمون برسیم. برای همینم وقتی این جریان‌های آخر پیش میاد و کلیسا میاد اینطوری اعلام میکنه و کلا این بحثا میشه، آدم جدا میشه از فریمیسنز، میگه که من میرم و فرقه خودمو شکل میدم. فرقه ای که خب الان هیچ سندی ازش نیست، ما به اسم ایلومیناتی میشناسیمش و خیلی ها هر اتفاقی میفته میگن گردن اونه، از کرونا بگیر تا عوض شدن رئیس جمهور، ترور جی اف کندی و و هزاران چیز دیگه. این حرفو زدم به خاطر اینکه خیلی جالبه وقتی بدونی چه کسی این فرقه رو شکل داده و چقدر چیزهای مختلفی رو پیش آورده و در نهایت برسیم به همون فرقه استخوان و جمجمه. بازم میگم من نمیخوام روی سیاب مانور بدم، هستن دوستان یوتیوبر عزیزمون که خیلی در موردشون مقاله های مختلفی رو تهیه کردم، میتونید ویدیوهای اونا رو ببینید. من فقط توضیح کلی دارم بهتون میدم. استخوان و جمجمه فرقه ایه که میگن جورج بوش هم عضوش بوده. روش دست دادنشون معروفه که خب خیلی از جورج بوش شنیدید، یه حالتیه که انگار پشت دستم اینطوری لمس میکنم وقتی دست میدم. میگن که اسکارزن بونز یکی از مهمترین سیاست‌های آمریکا رو شکل داده بود، حادثه‌ای مثل 11 سپتامبر یا چیزهای مختلف دیگر رو بنیانگذاری کرده بود و اصلا باعث شد که کشور آمریکا به ابرقدرتی که الان هست تبدیل بشه. اینا شایعه است، منم سند محکمی ندارم غیر از چند تا مقاله و چیزهای مختلفی که خوندم و نمیتونم بهتون بگم 100% درسته یا نه، فقط دارم میگم که اطلاعاتتون بره بالا. یه وقت لازم این شایعه ها رو آدم بدونه تا بتونه درست‌ترینش رو انتخاب بکنه. به هر حال ما داریم از فرقه هایی صحبت میکنیم که مهمترین اصلشون اصلا ریشه شکل گیریشون پنهان موندن بوده، نمیخواستن کسی در موردشون چیزی رو بفهمه، قطعا هیچ سندی از خودشون به جا نمیذارن که بتونیم ثابتش بکنیم، پس مجبوریم به همین شایعه ها کفایت کنیم. سوالی که بعد دیدن این فیلم تو ذهن آدم شکل میگیره اینه که اگر بدونی همچین فرقه ای بهت پیشنهاد میده، قراره بهت پول بده، به موفقیت برسونتت، درس بخوای بخونی تو بهترین جاها بتونی بری، بورست بکنه، همه چیز برات فراهم بشه، ولی کارهای کثیفشون رو انجام بدی، حاضری عضو این فرقه بشی یا نه؟ این خیلی سوال مهمیه. اسکارلت بازار یکی از اون فیلمایی که خیلی نکته‌های مهمی رو نشون میده، مثل آیز واید شات که قبلا توی کانال گذاشتمش، میخواد در مورد همین فرقه ها صحبت بکنه و رازهای مختلفی که پشت خودشون نگه میدارن بی توجه به آسیبی که دارن به دیگران میرسونن. به هر حال به نظر من همه ما آدمای آزادی هستیم و خیلی لیاقتمون بیشتر از اینه که یه نفر از پشت پرده بخواد برامون تصمیم بگیره. چرا ما خودمون نباید مشکلات اصلی رو بدونیم که در موردشون تصمیم بگیریم؟ ببخشید زیاد حرف زدم، به نظرم لازم بود اینا رو در مورد فیلم بگم، چون حرفایی هستن که خیلی تو مخ آدم میمونه و دوست داره یه جوری بیان بکنتشون. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گلسی.